help me God. Congratulations, Mr. President. آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، 46th رهبر ایالات متحده میگوید برای اتحاد ملت از جان و دل مایه میگذارد. آیا او میتواند جامعه دو قطبی آمریکا را یک پارچه کند؟ خبرنگارانمان از قلب پایتخت آمریکا تازه ترین ها از آغاز ریاست جمهوری بایدن را به ما خواهند گفت. برای همین خداحافظ، دوستتون داریم. ما بالاخره به یک نحوی از آنها باز خواهیم گشت. وداع با کاخ سفید، آینده سیاسی ترامپ چه خواهد شد؟ سلام، شبتون بخیر. به این 60 دقیقه ویژه مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا خوش آمدید. این 60 دقیقه امشب 90 دقیقه خواهد بود. ساعتی پیش جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد. آقای بایدن تلاش کرد که در سخنرانیش بر اتحاد تاکید کند. جو بایدن گفت بدون اتحاد صلحی در کار نیست، تنها تلخی و خشم باقی میماند. آقای بایدن به چالش‌های پیش رویش اشاره کرد، از جمله همه‌گیری کرونا، افزایش بیکاری و تغییرات اقلیمی. او خواهان عدالت نژادی شد و درباره رشد افراطی‌گری سیاسی ابراز نگرانی کرد. پیشتر دونالد ترامپ پیش از تحلیف جو بایدن واشنگتن را ترک کرده بود و به اقامتگاهش در مارلاگو در کالیفرنیا رفت. اولین بار در بیش از 150 سال که یک رئیس جمهوری پیشین در مراسم تحلیف پیروز انتخابات شرکت نکرد. آقای ترامپ در سخنرانیش تاکید کرد که جنبشی که او شروع کرده تازه اول راه است و او به نحوی به عرصه سیاست برخواهد گشت. چه آینده‌ای در انتظار آمریکا است که در آن بیش از 74 میلیون نفر به دونالد ترامپ رای دادند؟ آیا جو بایدن می‌تواند آمریکای دو قطبی شده را آشتی دهد؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از سام فرزانه درباره آنچه که گذشت. جو بایدن با به جا آوردن سوگند ریاست جمهوری رسما کار خود را به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا آغاز کرد. او در سخنرانی خود خواهان اتحاد آمریکایی‌ها شد. این روزها افراطی‌گری سیاسی، تروریسم داخلی و تروریسم چالش‌هایی هستند که ما با آنها روبرو خواهیم شد و بر آنها غلبه خواهیم کرد. برای فائق شدن بر این چالش‌ها، برای احیای روح آمریکایی و تضمین آینده آمریکا فقط نیازمند گفتار نیست، بلکه نیازمند یک چیز خیلی مهم در دموکراسی است و آن وحدت است. وحدت. آقای بایدن به مردم جهان هم پیام داد که دوباره ایالات متحده به صحنه بین المللی باز می گردد. برای همین پیام من به همه آنهایی که ورای مرزهای ما زندگی می کنند این است. آمریکا محک خورد. ما توانستیم قوی تر از پیش از این آزمون بیرون بیاییم. ما اتحادهای خود را مجددا احیا خواهیم کرد. با دنیا تعامل خواهیم کرد. نه برای اینکه بتوانیم بر چالش‌های دیروز فائق شویم، بلکه بر چالش‌های امروز و آینده فائق شویم. و ما هدایت و رهبری خواهیم کرد، نه فقط با قدرت خود، بلکه با عملکرد خود. کامالا هریس هم در این مراسم به عنوان معاون رئیس جمهوری سوگند خورد. او نخستین زنی است که به این سمت برگزیده شده است. همینطور نخستین فردی که سفیدپوست نیست. مایک پنس معاون آقای ترامپ بالاترین مقامی بود که از دولت پیشین در مراسم شرکت کرده بود. آقای ترامپ برخلاف رسم موجود حاضر به شرکت در مراسم تحلیف جانشین خود نشد. او صبح چهارشنبه آخرین بار از کاخ سفید بیرون رفت و واشنگتن را به مقصد فلوریدا ترک کرد. آقای ترامپ پیش از خروج
در مراسم خداحافظی خود و در جمع محدودی از هوادارانش شرکت کرد. کاری که ما کردیم با هر استانداردی حساب کنید عالی بوده. ما ارتش آمریکا رو بازسازی کردیم. او در حالی واشنگتن را ترک کرد که سایه یک استیضاح دیگر همچنان بر سر او سنگینی می کند و از ترس هوادارانش و به دلیل شیوع ویروس کرونا پایتخت آمریکا خلوتترین مراسم تحلیف در تاریخ معاصر را پشت سر گذاشت. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. هادی نیلی از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. هادی، ابتدا از یک جنبندی کلی از سخنرانی جو بایدن شروع بکنیم. میشه گفت بیشتر از هر چیز سخنرانی او پیام‌هایی که در کارزار انتخاباتیش میداد رو دوباره تکرار میکرد. پژواک همون پیام‌ها بود و البته پژواک سخنرانی که شبی که وقتی نتیجه معلوم شد آقای بایدن در ویلمینگتون دلاوار انجام داد، پیامی که او میخواد به مخاطبانش فارغ از اینکه به او رأی دادن یا نه منتقل بکنه اینه که میخواد اتحاد و همبستگی رو در آمریکا بیشتر بکنه. میخواد رئیس جمهوری باشه که به گفته خودش رئیس جمهور همه آمریکایی ها باشه. تاکید مرتب جو بایدن بر این نکته بیشتر تنهی هم هست به 4 سال گذشته که فاصله ها در آمریکا بیشتر شد و در رأس قوه مجریه آمریکا دونالد ترامپ کسی بود که خودش تا همین امروز، تا همین آخرین ساعتی که رئیس جمهور بود، حاضر نشد نتیجه انتخابات رو بپذیره، حاضر نشد شکست رو بپذیره، با وجودی که البته برای دولت آینده آرزوی موفقیت کرد، ولی برای جو بایدن پیامی نداشت، اسمی از اون نیاورد تا آخر و در مراسم هم البته حاضر نشد، غایب بود. بعد از حدود 1.5 قرن اولین بار بود که رئیس جمهور آمریکا قدرت رو به بعدی تحویل میداد بدون اینکه خودش در مراسم حضور داشته باشه. در این حال جو بایدن در این سخنرانیش تلاش کرد چهره ای از خودش نشون بده که تلاش میخواد سیاست هایی که نادرست میدیده اونها رو جبران بکنه، اون اختلاف هایی که به نظرش در این مدت تشدید شده رو سعی بکنه التیام بده، سعی بکنه این فاصله ها رو کمتر بکنه. در ادامه روز برنامه آقای بایدن چیه؟ او همین الان در کنگره هست، داره از یک نقاشی رو نمایش رو طبق سنت و طبق تشریفات مراسم سوگند رئیس جمهوری و بعد یک رژه‌ای هست، بعد رژه‌ای میبینه از در واقع گروه هایی که به نمایندگی از نیروهای نظامی متعدد در آمریکا حضور دارند در این مراسم و در واقع او از اونها سان میبینه، یک نوع نمادین هست از تحویل قدرت به رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا. و بعد از اون تا دقایقی دیگه جو بایدن و کامالا هریس کنگره رو ترک میکنند و بعد دیرتر اونها به آرلینگتون، به گورستان ملی آرلینگتون میرن، در آن سوی رود پتومک، گورستانی که در اون هزاران سرباز آمریکایی که در دوره خدمت کشته شدند به خاک سپرده شدند، همراه اونها رؤسای جمهور سابق آمریکا که در مراسم حاضر بودند، بیل کلینتون، جورج بوش پسر و باراک اوباما خواهند بود و همسرانشون. و بعدتر حدود ساعت 3:15 بعد از ظهر به وقت واشنگتن که میشه 2 ساعت دیگه یا کمتر از 2 ساعت دیگه، در نهایت جو بایدن و همسرش دکتر جیل بایدن اینجا به در واقع گوشه شمال غربی کاخ سفید میان و وارد کاخ سفید میشن تا دیگه مستقر بشن. دیرتر از اون در کاخ سفید قراره که جو بایدن فرمانهای ریاستی امضا بکنه، فرمانهای اجرایی امضا بکنه که از جمله اونها نقض یا کنار گذاشتن فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای منع صدور روادید آمریکا برای شهروندان 6 کشوری که جمعیتشون اغلب مسلمان هست از جمله اونهاست، که فرمانی که البته شامل حال ایرانیان هم میشد و طبق آمار بزرگترین گروهی که تحت تاثیر اون قرار گرفتن و مشکل پیدا کردن در رفت آمد با آمریکا جامعه ایرانی بودند. و در این حال فرمانهای دیگری که جو بایدن امضا خواهد کرد، یکی دیگرش فرمان
بازگشت آمریکا به معاهده پاریس است. همین دقایق پیش در شبکه خبری فاکس نیوز که خیلی مورد علاقه دونالد ترامپ بود حداقل تا قبل از این انتخابات، یکی از مجریها میگفتش که شاید این که جو بایدن انقدر زود داره میره سراغ فرمانهایی که کنار گذاشتن یا علیه فرمانهای رئیس جمهور قبلی هست متضاد باشه با پیام او برای وحدت و همدلی. ولی یکی از خبرنگاران، یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس همون شبکه گفت این صرفاً نشون دهنده اینه که و تایید اینه که به هر حال جو بایدن در انتخابات پیروز شده و شروع میکنه به عمل کردن به وعده هایی که با اونها رأی آورده. هادی، تنها دو هفته از حمله به کنگره میگذره و در مراسم سوگند یاد کردن جو بایدن هم به کرات اشاره شد به این موضوع. زخمی خورده آمریکا که ترمیمش آسان نخواهد بود. از اشاراتی که به این موضوع شد بگو. همینطوره، تصویری که دقیقاً دو هفته پیش همین ساعت، یا در واقع ساعتی که جو بایدن داشت سوگند ریاست جمهوری میخورد، دقیقاً دو هفته پیش گروهی از هواداران تندروی دونالد ترامپ به ساختمان کنگره یورش بردن، بعد از اینکه او در سخنرانیش در جمع اونها گفت به سمت کنگره راه بیفتن تا صداشون رو برسونن و جلوی تایید نتیجه انتخابات رو بگیرن. تصویر بی سابقه ای بود که رئیس جمهور آمریکا بخشی از مردم رو علیه بخش دیگری از حکومت تشویق بکنه، تحریک بکنه که حمله بکنن، دموکراسی رو بخواد زیر سوال ببره و جلوی اجرای دموکراسی رو بگیره. بارها به مایک پنس معاونش دونالد ترامپ گفت، معاون سابقش دیگه الان، گفت که باید جنم نشون بده، شجاعت نشون بده و جلوی تایید آرا رو بگیره، که مایک پنس گفت نمیتونه و نمیخواد اساسا جلوی اجرای قانون رو بگیره. این تصویر عجیبی بود در این دو هفته آخر. شاید دیگه میشه گفت اساره ای بود از رویکردی که دونالد ترامپ در سیاست داشت. دیگه این دو سه هفته آخر به اوجش رسید و دیگه انقدر بارز شد و تصویر انقدر برجسته شد که خود جمهوری خواهانی هم کم کم سعی کردن راهشون از دونالد ترامپ جدا بکنن. و امروز هم این رو ما میدیدیم که خود غیبت رئیس جمهور و بعد این تمهیدات امنیتی گسترده در شهر که به تبع این بود که اون حمله دو هفته پیش صورت گرفت، 25000 نیرو، حدود 25000 نیروی گارد ملی بجز نیروهای پلیس که بسیج شده بودند اینجا در شهر بودند. این 2.5 برابر بیشتر از حضور نیروها در دوره‌های قبلی تحلیف و سوگند رئیس جمهوری بوده و پیدا بود در شهر تقریبا اگر کسی رو می‌دیدیم همین نیروها بودند، مردم حضور نداشتند. این البته این بخش از مراسم که عموم حضور نداشتن، مردم حضور نداشتن، از قبل‌تر تصمیم گرفته شده بود براش به ملاحظه شیوع ویروس کرونا. قرار نبود جمعیت جمع بشن، قرار بود از مردم بخوان که جمع نشن، ولی به تبع مشکلات امنیتی که مقام‌های آمریکا دیدند تا چند چهارراه آن سوتر از ساختمان کنگره، تا چند چهارراه آن سوتر از ساختمان کاخ سفید همه راه‌ها بسته شده. اگر کسی می‌خواست به اینجا که ما هستیم هم برسه باید کارت می‌داشت، یعنی مردم نمی‌تونستن به نزدیکی حتی مراسم برسن. این تصویری هست که ثبت شد، دیگه ثبت شد که مراسم سوگند یک رئیس جمهور. هادی با ما بمون، نانسی پلوسی در حال سخنرانی در ساختمان کنگره، اجازه بدون رو بشنویم برمیگردیم. این پرچم آقای رئیس جمهور بازتاب دهنده تمام اون چیزهایی هستش که در مراسم تحلیف ازش یاد شد. مضمون سخنرانی شما وحدت آمریکا باشد تا این سمبولی باشد برای التیام آمریکا، باشد تا نماینده تمام اشتیاقی باشد که شما برای کشور ما دارید. وقتی ما سرود زیبای ملی خودمون را میشنیدیم، ما که در استادیوم حضور داشتیم و در سرود ملی میگفتند آیا این پرچم همچنان در اهتزاز است، شما گفتید بریم آستین ها رو بالا بزنیم. پس ما هم آماده ایم که آستین ها رو بالا بزنیم. اما بار دیگر از طرف مجلس نمایندگان آمریکا باعث افتخار من هست آقای رئیس جمهور که به شما اهدا بکنم این پرچم رو، از اون لحظات اول، از اون لحظات اولی که شما به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کردید. مرسی آقای رئیس جمهور، مرسی آقای بایند. اگر ما یک مراسم درست حسابی رو ترتیب داده بودیم، یک شرابی هم از کالیفرنیا اینجا می آوردیم که به شما بدیم. تبریک میگم به شما، با عدالت و آزادی برای همه.
بیننده مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده هستید و شاهد سخنرانی نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا بودید. مراسم تحلیف جو بایدن به دلیل فراگیری ویروس کرونا در ابعاد بسیار کوچکتر از معمول برگزار میشه و جمعیت بسیار کمتری در این مراسم حضور دارند. President Biden, Vice President Harris, Dr. Biden and Mr. Imhoff. خانم هریس، از طرف تمام جمهوری خواهان کنگره من به شما تبریک میگم. بسیار به شما افتخار میکنیم. وقتی جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد، فقط تعداد بسیار معدودی شاهد این مراسم بودند و اولین سخنرانی مراسم تحلیف رو گوش دادند. اما امروز مراسم تحلیف در سراسر آمریکا، در سراسر دنیا شنیده و دیده میشه. اما وظایفی که امروز پیش روی این کشور هست مثل زمان جورج واشنگتن بسیار خطیر هستند. من امروز به نطق شما گوش دادم. شما صحبت از تنش و تشتت کردید، اما وظیفه ما به عنوان نمایندگان کنگره این هست که بر این اختلافات فائق شویم و ارزش‌های مشترک خود را همرسانی کنیم. با فناوری‌های پیشرفته که دقایقی پیش در همین تصاویر ثبت شد، تاریخ را برای همه جهانیان رقم زد. این تصویر شاید یادآور اون وظایفی باشد که پیش روی ما باشد. من به عنوان یک فرزند مفتخر ایالت کالیفرنیا میخواهم به یک دختر بسیار مغرور کالیفرنیا این کادو را هدیه کنم. خانم کامالا هریس امروز تاریخ را ساخت. آمریکا باید این تاریخ را ارج بنهد، اما همه باید بفهمند این شروع کار نیست، این پایان کار هم نیست. دنیا ما را فقط با حرف‌هایمان قضاوت نمی‌کنند، با عملمان قضاوت می‌کنند. پس با هم حرکت بکنیم و به دستاوردهای بزرگ برای مردم آمریکا نائل شویم. و هر وقت شما به این عکس نگاه می‌کنید، به وظیفه فکر بکنید که پیش روی ماست. من به شما تبریک میگم. Madam Vice President, Sam Hoff, جمهور، Dr. Biden, Dr. Biden, Mr. President, آقای رئیس جمهور. No, Joe. You're Mr. President. نه، تو دیگه جو نیستی. تو رئیس جمهور هستی. و ما چقدر افتخار میکنیم. میتونم بهش بگم جو یا بگم آقای رئیس جمهور؟ میتونم از همین الان بگم که ازدواج اینها بسیار پرفراز و نشیب خواهد بود. از طرف کمیته مشترک کنگره و کمیته اجرای مراسم تحریف احساس افتخار میکنم و بیش از اون سرخوش هستم که به شما تقدیم بکنم این تابلو رو، شاهدی و گواهی بر فناوری و شاهد و گواهی بر تاریخ. آقای رئیس جمهور، در سخنرانی خودتون شما از ایمان صحبت کردین، از فراز و نشیب ها صحبت کردین، اما از پیروزی هم حرف زدید. برادران جانسون یک شعر بسیار زیبایی رو سرودن که شما به خوبی از اون اطلاع دارین. آقای رئیس جمهور، ما امروز یک روز جدیدی داریم. اون سرودی که اونها سرودند ناشی از ایمان خودشون بود، ناشی از یک دوران سخت به سوی یک دورانی پر از امید. گفتن که وقتی این دوران رو نگاه میکنیم پیش بریم به سوی آینده بهتر، و سخنرانی شما هم همین مضمون رو داشت. برای همین هست که ما به شما افتخار میکنیم و آماده ایم که به سوی آینده بهتر به همراه شما و دوش شما رژه بریم. بیننده مراسم تحلیف جو بایدن هستید به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده. عکسی از دو ساعت پیش همین مراسم منتشر کردند و در ساختمان کنگره به نمایش گذاشتند. انتظار میره که کمی پس از این جو بایدن رئیس جمهوری جدید ایالات متحده در کنار کامالا هریس معاونش رژه ارتش آمریکا رو سان ببینند.
علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای واعظ خوش آمدید به برنامه. آیا میشه گفت که با روی کار آمدن جو بایدن کار جمهوری اسلامی آسان‌تر شد؟ نمیدونم به طور قطع بشه گفت آسان‌تر شد، ولی به هر حال کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و بدون شک این میتونه یک آغاز دوباره باشه، به خصوص برای برجام و اگر که در دو طرف حسن نیت وجود داشته باشه، همینطور برای پیشرفت در حل برخی از اختلافات دیگر و همچنین کاهش دامنه تنش‌ها در سطح منطقه. کشتیبانی که در ایران حضور داره تغییر نکرده و سیاست هم در قبال آمریکا در 14 دهه گذشته تغییر نکرده، چی میشه که انتظار میتونیم داشته باشیم ممکنه الان تغییر موضع بده آقای خامنه‌ای؟ ببینید، به هر حال همین نظامی که در ایران وجود داره در گذشته در دوره آقای اوباما با آمریکا مذاکره کرد و به یک توافق که برجام بود دست پیدا کردن و ایران هم این توافق رو به طور کامل پیش از خروج آقای ترامپ از اون اجرا کرد. این هست که از همین روز که من فکر میکنم میشه امیدوار بود که برجام دوباره احیا بشه و بر پایه برجام بشه پیشرفت‌های دیگری به دست آورد. بدون شک همونطور که گفتم کار ساده‌ای نیست، ولی امروز با روی کار آمدن دولتی در آمریکا که تعداد افرادی که در آن سابقه تعامل با ایران رو دارن بیشترین هست بعد از 40 سال، من فکر می‌کنم این امیدواری وجود داره که بشه در واقع تنش‌ها رو کم کرد و دوباره مسائل رو از طریق دیپلماتیک و نه از طریق زور و فشار و جنگ و جدل که روال 4 سال گذشته بود حل کرد. تحریم هایی که دولت دونالد ترامپ وضع کرده علیه ایران در سطوح مختلف و زیر تیترهای مختلف قرار میگیره. آقای بایدن در کوتاه مدت چقدر از این تحریم ها رو میتونه لغو بکنه که بتونه رضایت ایران رو جلب کنه؟ ببینید، به هر حال این تحریم ها توسط دستورات اجرایی رئیس جمهور اجرایی شدن در دوره آقای ترامپ و بنابراین به همون شیوه هم میتونن لغو بشن. البته باید حتی تحریم های تروریستی آقای واعظ؟ بله، برای این که به طور مشخص مقامات دولت ترامپ گفته بودند که برخی از این تحریم هایی رو که به دلایلی غیر از دلایل هسته‌ای دارن اعمال میکنن، به قصد این دارن اعمال میکنن که جلوی بازگشت آقای بایدن به توافق هسته‌ای رو بگیرن و بنابراین اگر از لحاظ وجودی این تحریم‌ها تحریم‌های هسته‌ای محسوب نمی‌شدن، از لحاظ نیت تحریم هسته‌ای محسوب می‌شن و به همین لحاظ دولت بایدن می‌تونه اونها رو رفع بکنه. ولی ببینید، تحریم‌هایی هم بودن که به هر حال اینا حتی در چارچوب برجام هم قابل توجیه هستند. به عنوان مثال برخی از افراد ایرانی که در نقش داشتن در حمله‌های سایبری به آمریکا یا در دخالت در امور انتخاباتی آمریکا در گذشته، این تحریم ها میتونن به قوت خودشون باقی بمونن و برجام هم چنین اجازه رو به مسئولین آمریکا میداد. ولی من فکر میکنم دولت بایدن، همونطور که خود رئیس جمهورم گفتند بارها و بارها در طول کمپین انتخاباتی، بدون شک قصد دارن که به برجام برگردن و هر اقدامی در این زمینه لازم باشه رو انجام خواهند داد. احتمالاً این کار چند ماه، چند هفته تا چند ماه وقت نیاز خواهد داشت، ولی من فکر میکنم کاملا عملی است. با توجه به نقد هایی که به لغو تحریم ها وجود داره در داخل آمریکا، مشخصا از جانب جمهوری خواهان، چقدر آقای بایدن تمایل داره که بخش از این تحریم ها رو برداره؟ فرضاً تحریم سپاه پاسداران موضوعیه که میتونه حساسیت برانگیز باشه، نه تنها از جانب جمهوری خواهان بلکه از طرف اسرائیل که یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا در منطقه است. ببینید، باز دوباره بدون شک میشه گفت که مقاومت سیاسی در مقابل این کار وجود خواهد داشت، همونطور که در دوره آقای اوباما هم وجود داشت و اگر خاطرتون باشه حتی نخست وزیر اسرائیل اومد و در جلوی کنگره آمریکا محکوم کرد این اقدامات رو، ولی نهایتاً اراده سیاسی آن زمان وجود داشت برای رسیدن به این توافق و امروز هم این اراده سیاسی وجود داره برای احیای توافق. و در هر حال در نظر بگیرید حتی در دوره اجرای کامل برجام هم سپاه تحت تحریم های آمریکا همچنان قرار داشت، حتی تحت تحریم های سازمان ملل قرار داشت و بنابراین من فکر نمی کنم که این یک مانع بزرگ باشه. مسائل دیگری هم که همطور که گفتم بر اساس بهانه های مثل تروریستی، فرض کنید
تحریم‌هایی که بر بانک مرکزی ایران اعمال شده رو میشه برداشت با قدرت اجرایی رئیس جمهور، حتی اگر مخالفت‌های در واشنگتن با اون صورت بگیره. به هر حال هیچ کاری رو بدون دردسر نمیشه انجام داد در این فضای سیاسی آمریکا، ولی دولت بایدن کاملا معتقد هست که بازگشت کامل به برجام در راستای منافع ملی آمریکاست و بنابراین من فکر کنم در این مسیر گام خواهند برد. قدم هایی که ایران در این مدت برداشته در راستای کاهش تعهداتش به برجام چقدر میتونه دشوار بکنه کار رو؟ ببینید، قدم هایی که تا حالا ایران برداشته اکثر اونها قابل بازگشت هستند، منهای شاید بشه گفت قدم هایی که در زمینه تحقیق و توسعه برداشته شده برای اینکه دانشی که از اون طریق ایران به دست آورده بازگشت ناپذیر هست، ولی این گام ها بر اساس آنچه من از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شنیدم در عرض 4 تا 6 هفته کاملا برگشت پذیر هستند و بنابراین من فکر می‌کنم دو طرف میتونن در کمیسیون مشترک برجام خیلی زود سر یک جدول زمانی برای بازگشت همزمان گام‌هاشون به عقب و بازگشت کامل به تعهداتشون تحت برجام به توافق برسن و این کار رو پیش ببرن. متشکرم علی واعظ. بیننده مراسم زنده تحلیف جو بایدن هستید. آقای بایدن ساعتی پیش سوگند یاد کرد و در ادامه این روز قراره که از رژه ارتش آمریکا سان ببینه. اما نازیلا فتحی، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه و خبرنگار پیشین نیویورک تایمز در تهران از مریلند آمریکا با ماست. خانم فتحی، خوش آمدید به برنامه. خانم فتحی، جو بایدن آمریکایی رو از دونالد ترامپ داره تحویل میگیره که به اعتقاد بسیاری از ناظران یک آمریکای دوپار است. بسیاری از کسانی که به آقای ترامپ رأی دادند هنوز معتقدند که در انتخابات تقلب شده، هنوز پر از خشم و عصبانیت هستند و جو بایدن رو رئیس جمهوری خودشون نمیدونند. در چنین شرایطی فراتر از سخنرانی که آقای بایدن کرده چه کار میتونه بکنه که بتونه این خشم رو آروم بکنه؟ بله، حقیقتا همجور که شما گفتید امریکا هیچ وقت در تاریخ معاصرش احتمالاً به این دوپارگی نبوده و تعداد مخالفانی که اینطور به پایتخت حمله کردند و خشمشون رو در بدترین شرایط با اون وضعیت نشون دادن اصلا سابقه نداشته. آقای بایدن گفته که به 4 مسئله اول از همه رسیدگی میکنه که دو تاشون یکی این مسئله واکسیناسیونه و دومی هم مسئله اقتصادیه و قطعاً بسیاری از این افرادی که طرفدار آقای ترامپ هستن و مخالف بایدن هستن کسانی هستن که سالهاست در حاشیه هستن و از لحاظ اقتصادی شدیداً در فشار بودن و این مسئله بیماری کرونا و اینکه اینا به هر حال اگر درآمدی هم داشتن درآمدشون محدودتر شده و اینا رو عصبانی تر کرده خیلی نقش بسزایی داشته. حتما البته حرفایی که ترامپ در این 4 سال زده، تئوری‌های توطئه‌ای رو که دائم عنوان کرده هم اینا رو به مسیر دیگه کشونده، ولی اگر که آقای بایدن موفق بشه این عددهای بالای بیماری که همینجور داره بالاتر میره و ایجاد تنش زیادی در جامعه آمریکا کرده، اینها رو مورد یک حلی قرار بده و بتونه تعداد واکسیناسیون رو بالا ببره و از اون طرف بتونه از لحاظ مالی به این افراد کمک کنه، ایجاد شغل بکنه، این افراد بتونن وضعیت اقتصادی خودشون رو تغییر بدن، به احتمال قوی میتونه یک مقداری از این مخالفت‌های جدی رو کم بکنه. خانم فتحی با ما بمونید، ببینیم بخشی از پخش زنده رژه ارتش آمریکا مقابل رئیس جمهوری و معاون او. Thank you.
این بخشی از سنت مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکاست که با ساندیدن از ارتش این کشور به نوعی آمادگی این ارتش برای دفاع از آمریکا رو تایید میکنن. این مراسم تحت تمهیدات امنیتی شدید برگزار میشه با توجه به اینکه دو هفته پیش در همین ساختمان کنگره شاهد یورش طرفداران دونالد ترامپ ساختمان کنگره آمریکا بودیم. خانم فتحی، دونالد ترامپ در آخرین سخنرانیش پیش از ترک واشنگتن اعلام کرد که ما به شکلی برخواهیم گشت و این شروع این جنبش محسوب میشه. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آقای ترامپ امکان بازگشت به عرصه سیاست در آمریکا رو خواهد داشت؟ قطعا اگر که با ترامپ یک به هر حال مشخص نشه که آینده سیاسیش چه خواهد بود، خودش مایل برگرده، طرفداران زیادی داره، به هر حال 70 میلیون بهش رأی دادن و میدونیم که حداقل یک تعدادی از طرفدارانش حاضرن چه کارها بکنن. همونجوری که در هفته اول ژانویه، ششم ژانویه، شام رو که شما گفتین به ساختمان کنگره حمله کردن. من فکر میکنم آینده سیاسی دونالد ترامپ بیشتر از همه بستگی به خود حزب جمهوری خواه داره که اینها آیا جایگاهی برای ترامپ در آینده حزب میبینن یا نه و چطوری وقتی که دموکرات ها میخوان که آقای ترامپ رو استیضاح بکنن، اونها در این استیضاح که شد در محاکمه‌ای که در کنگره خواهد داشت، اینا چه نقشی بازی خواهند کرد. و به هر حال میدونید که میچ مکانل که رهبر حزب جمهوری خواهم هستش، به تازگی حرفای زده که به نظر میرسه جمهوری خواهان چندان تمایلی ندارن که ترامپ در حزبشون نقشی داشته باشه. بنابراین اگر کم کم جمهوری خواها ترامپ رو کنار بگذارن و اگر احتمال این وجود داشته باشه که کنگره رأی بده و ترامپ رو از داشتن هر گونه منصب دولتی منع بکنه، خب آینده سیاسی ترامپ کاملا مبهم خواهد بود و نمیتونه که نقش آنچنانی بازی بکنه. بنابراین قطعا ترامپ میگه که میخواد در صحنه سیاسی باقی بمونه، ولی حالا باید ببینید که در چند ماه آینده دو گروه دموکرات و جمهوری خواه چه خواهند کرد. متشکرم نازیلا فتحی، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه و خبرنگار پیشین نیویورک تایمز. مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری ایالات متحده هستید. انتخاباتی پرشور با مشارکتی تاریخ ساز و پیامدهای شگفتی آور. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن، جایی که مراسم در حال انجام به ما پیوسته. خشایار، تا اینجای کار به نظر میاد که نیروهای امنیتی که تعدادشون هم از اون لحاظ تاریخیه با توجه به وضعیت امنیتی واشنگتن، تونستند که خوب عمل بکنند. یک منطقه نظامی هست حداقل اینجا در مرکز شهر، جایی که مراسم برگزار میشه، حد فاصل کاخ سفید و کنگره. 25,000 نیروی گارد ملی در کنار ماموران پلیسی که چه از واشنگتن و چه از ایالت‌های همجوار به اینجا اومدن، مسئول تامین امنیت اینجا هستن. حصارهای فلزی بلند دور این منطقه کشیده شده، عملا عبور و مرور امکان پذیر نیست، نه خودرو نه عابر پیاده امروز، مگر اینکه مجوز داشته باشید. ابدا اجازه ورود و خروج به این منطقه رو به هیچ کسی نمیدن، به شدت تحت نظر دارند. وضعیت امنیتی اینجا از اون جهت تشدید شده هم که اشاره کردی، دو هفته پیش پس از یورشی که به تهاجمی که به ساختمان کنگره شد، نگرانی از این بود که در واشنگتن و نه تنها در واشنگتن، در مرکز ایالت ها هم
ناآرامی وجود داشته باشه در روز تحلیف رئیس جمهوری جدید. برای همین تعداد سربازان گارد ملی که به واشنگتن اومدن، اگر در دوره‌های قبلی تحلیف ریاست جمهوری حدوداً 10,000 نفر بود، این دفعه دو برابر و نیم بیشتر شد. 25,000 نفر رو آوردن اینجا مستقر کردن. شهر بسیار آروم هست اینجا. اول که به خاطر تدابیر ایمنی کووید 19 از حضور جمعیت گفته بودن که خودداری خواهند کرد تا جمعیت زیادی جمع نشه به خاطر فاصله‌گیری اجتماعی، ولی غیر از اون هم به خاطر تدابیر امنیتی، غیر از پلیس‌ها و نظامیان و تک و توک خبرنگاری که اینجا حداقل در این خیابون پنسیلوانیا هستن، کس دیگری دیده نمیشه. بنابراین شهر بسیار آرام هست. در مراکز ایالت‌ها هم تا اونجا که من دنبال کردم، جز یکی دو ایالت که تظاهرات و تجمع‌های خیلی کمجوری برگزار شده، به اون صورت خبری نبوده. اونجا هم البته تدابیر امنیتی رو تشدید کردن. خشایار، شنیدیم که زمانی که آقای بایدن در کنگره بود، یکی از نمایندگان جمهوری خواه به او تبریک گفت. گفتم به نمایندگی از همه جمهوری خواهان به شما تبریک میگم. اما یا واقعا چنین یک دستگی در جمهوری خواهان وجود داره؟ برای اینکه میدونیم که اونها هم بر تبل تقلب در انتخابات تا جایی که میتونستند کوبیدن، البته بعضیشون. فردی که به آقای بایدن تبریک گفت کوین مکارتی است که رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان بود. در همون تالاری به آقای ترامپ، به آقای بایدن رئیس جمهوری جدید تبریک گفت. در همون تالاری که دو هفته پیش در تصاویر تلویزیونی شاهد رژه رفتن افرادی بودیم که هجوم برده بودن به ساختمان کنگره، در ظاهر در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و در حمایت از سخنان آقای ترامپ که مدعی بود در انتخابات تقلب شده و رأی او را دزدیدند. و آقای مک‌کارتی و بخش عمده از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان هم همصدا و هم نظر و هم کلام با آقای ترامپ بودند. در رأی‌گیری که شد در اعتراض به نتیجه انتخابات دو هفته پیش در مجلس نمایندگان، 100 خورده از نمایندگان جمهوری خواه رأی دادند در رد صلاحیت رأی‌گیری در ایالت پنسیلوانیا حداقل. و این نشون میده که حداقل در مجلس نمایندگان بخش عمده از جمهوری خواهان تا به لحظات آخر همراه با آقای ترامپ و همصدا با او بودند. ولی کنگره رسمیت داد به انتخابات ریاست جمهوری، تایید کرد نتیجه ریاست انتخابات که آقای بایدن پیروز بوده، و جمهوری خواهان و همینطور دموکرات ها الان متوجه این هستن که حداقل برای اینکه کشور رو بتونن رو به جلو ببرن، به خاطر منافع مشترکی که دارن، باید با هم همکاری کنن. هم میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواهان در سنا که رهبر اکثریت بود و حالا رهبر اقلیت، به خاطر که در انتخابات یک اکثریت شکننده‌ای رو به دست آوردن دموکرات ها، و هم جمهوری خواهان مجلس نمایندگان میدونن که باید با آقای بایدن حداقل همکاری رو، حداقل یک همکاری رو داشته باشن. آقای بایدن هم خواهان همکاری با اونها هست. پیامی که در سخنرانی خودش در مراسم سوگند بود، پیام اتحاد بودی که تفرقه رو بذاریم کنار، اختلافات رو بگذاریم کنار، مانند دشمن به هم نگاه نکنیم، بلکه به عنوان همسایگانی که با هم اختلاف دارن. پیامش این بود که اون زخمی که ایجاد شده در جامعه آمریکا، اون شکافی که ایجاد شده، باید ترمیم بشه. منتهای مراتب الان به این نکته اشاره میکنه که خب برای آقای بایدن یک سری از فرمانهای اجرایی رو امروز صادر خواهد کرد، یک سری بیانیه رو صادر خواهد که فرمان اجرایی خواهد داشت، که اینها خیلیاش نقض و لغو کردن فرمانهای اجرایی آقای ترامپ خواهد بود. و این به این سوال رو مطرح میکنم که آیا این اقدام آقای بایدن امروز با اون صحبتهایی که داشت در تناقض هست یا نیست؟ خشایار جنیدی با ما بمون. تصاویر زندهی که میبینیم، تصاویر مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا. آقای بایدن در راه گورستان آرلینگتون، جایی که قراره حلقه گل بذاره برای یادبود کشته های آمریکا در جنگ های خارج از این کشور و بر گور سرباز گمنام. در کنار، همزمان با آقای بایدن، کامالا هریس معاون او هم در کنار رئیس جمهوری به قبرستان آردینگتون خواهد رفت.
خشایار اشاره کردی به تغییر موضع جمهوری خواهان. دیدیم که بعد از یورش طرفداران آقای ترامپ به کنگره، بسیاری از اونها به نوعی اعلام براءت کردن از آقای ترامپ و سعی کردن که دور کنند مواضع خودشون رو از آقای ترامپ. اما واقعیت اینه که آقای ترامپ به هر حال 74 میلیون تونسته رای بیاره در این انتخابات. این جمعیتی که به او رأی دادند، آیا پیرو حزب جمهوری خواه خواهند بود از این پس، یا چشم انتظار حرکت بعدی دونالد ترامپ؟ سوال مهمی هست که آینده سیاسی آقای ترامپ چه خواهد بود. آقای ترامپ امروز در دو نوبت، یک لحظه که از کاخ سفید خارج شد و لحظه که در فرودگاه اندروز، فرودگاه نیروی هوایی سخنرانی میکرد، صحبت از این کرد که من بر میگردم. به هر حال آینده سیاسی آقای ترامپ به خیلی چیزا بستگی داره، از جمله خود حزب جمهوری خواه هست. آقای ترامپ گفته که خواهان این هست که دوباره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. سیاستمداران برجسته دیگری در حزب جمهوری خواه هستند که حالا ممکن هست در 4 سال گذشته حمایت کرده باشن از آقای ترامپ، ولی خودشون هم بلند پروازی های خودشون رو دارن، انگیزه های سیاسی خودشون رو دارن و میخوان که کاندیدای ریاست جمهوری بشن و میدونن اگر آقای ترامپ از حزب جمهوری خواه کاندیدا بشه اونها هیچ شانسی نخواهند داشت. بنابراین در حزب جمهوری خواه طیف این گونه ممکن هست با او احساس رقابت و خطر کنند. بخش دیگر از حزب جمهوری خواه هستن که بیان همین 4 سال کافی بود، بسمونه، باید تغییر سیاست بدیم برای اینکه حزب بتونه خودش رو معتبر و مطرح نگه داره. اما بحث دیگر هم بحث ادامه روند استیضاح هست که حالا که در مجلس نمایندگان آقای ترامپ استیضاح شده و تنها رئیس جمهوری هست در تاریخ آمریکا که دوباره استیضاح شده، حالا طبق این روندی که وجود داره پرونده استیضاح رو به مجلس سنا میفرستن برای اینکه در مجلس سنا محاکمه بشه. البته دیگر رئیس جمهور نیست که بخوان از ریاست جمهوری برکنارش کنند، اما یکی از کارهایی که دموکرات ها میتونن بکنن اگر بتونن جمهوری خواها رو بعضی از اونها رو با خودشون همراه کنه که کار مشکلی هم به نظر میرسه، این هست که مانع از این بشن که آقای ترامپ دوباره بتونه کاندیدای ریاست جمهوری یا هر پست فدرال دیگری بشه. این هدفی است که تحلیلگران میگن دموکرات‌ها در پیش هستن، دارن تلاش میکنن که میتونه همراستا با منافع بعضی از جمهوری خواهان هم باشه. البته به رأی 17 نماینده جمهوری خواه در سنا نیاز خواهند داشت اگر بخوان که پرونده استیضاح و محاکمه را به ضرر آقای ترامپ بگردونن. به هر حال تازه امروز چند ساعتی هست که آقای ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست، رئیس جمهور سابق هست و آینده سیاسی او هم به خودش بستگی داره، هم به حزب جمهوری خواه، هم به دموکرات ها. و البته در گزارش هایی که منتشر شده صحبت از این شده که شاید آقای ترامپ در پی این باشه که یک حزب سیاسی جدید رو بخواد تأسیس کنه. گفتن که حزب سیاسی جدید رو اسمش پاتریوت میذارن، حزب میهن پرست. و خب آقای ترامپ از پشتیبانی اجتماعی و حمایت کافی هم برخوردار هست برای که بخواد حزب رو تشکیل بده. هوادارانش رو دیدیم، حدود 74 میلیون رأی آورده در این انتخابات. با اینکه در انتخابات شکست خورد، به عنوان کاندیدایی که شکست خورده تعداد رأی که آورده بی سابقه است نسبت به رؤسای جمهوری دیگری که رأی آوردن. بنابراین در موقعیت قوی قرار داره در بین هواداران حزب جمهوری خواه، در مراکز استانها، در شهرستانها، در سراسر کشور آمریکا. بنابراین آقای ترامپ ریاست جمهوریش به پایان رسید، آینده سیاسیش به پایان نرسیده. و اینکه به هر حال آقای ترامپ یک نهضتی رو هم راه انداخت، یک جنبشی رو هم راه انداخت، یک بخشی از محافظه‌گران و جمهوری خواهان رو با خودش همراه کرده که بخش مهمی هست و اینها هم هستند. مضافه بر این که بسیاری از اینها کماکان بر این باورن که در انتخابات سرشون کلاه گذاشتن و اونها بازنده انتخابات نبودن و این ناراحتی و این گله رو به همراه خواهند داشت. 12 سال پیش زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری شد، اون زمان نارضایتی نسبت به سیاست‌های جورج بوش و جنگ عراق بسیار بالا بود در جامعه آمریکایی. آقای اوباما رئیس یک سیاستمدار تازه وارد بود، حرفای زیبایی میزد و همین تازه وارد بودنش و مخالف جنگ عراق بودنش کمک به این کرد که رئیس جمهور بشه.
و ولی شاهدی بودیم به رغم اون محبوبیتی که در انتخابات آقای اوباما نشون داده از خودش که تونسته حمایت بخشی از جامعه رو به خصوص جوانان رو کسب کنه، دو سال نگذشته شاهدی بودیم که در بین محافظه‌کاران آمریکا جنبش تازه‌ای به نام تی پارتی جون گرفت، بالا اومد و در انتخابات کنگره خیلی مؤثر واقع شد و در 6 سال باقی مانده ریاست جمهوری، یعنی نیمی از دوره اول و تمام دوره دوم ریاست جمهوری آقای اوباما، اینها خاری در گلو بودن و کار او رو بسیار مشکل کردن. بنابراین میتوان انتظار داشت که از دل این جنبشی آقای ترامپ ایجاد کرد هم حرکت تازه‌ای در آینده سیاسی آمریکا پدیدار بشه، هرچند که شعار آقای بایدن و صحبت‌های امروزش بر این بوده که اختلاف‌ها رو کنار بگذاریم، اتحاد داشته باشیم تا با این اتحاد بتونیم کشور رو به جلو ببریم. متشکرم خشار جنیدی از واشنگتن با ما، بیننده مراسم آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هستید. آقای بایدن به گورستان آرلینگتون رفته، جایی که قراره در اون حلقه گلی بر آرامگاه سرباز گمنام بذاره. در این گورستان بسیاری از کشته‌های ارتش آمریکا از زمان جنگ داخلی این کشور به بعد حضور دارند. کیوان حسینی همکارم در استودیو به ما پیوسته. کیوان، همزمان با تماشای تصاویر زنده از آرلینگتون، پیش از رفتن به گورستان آرلینگتون دیدیم که آقای بایدن از رژه ارتش آمریکا سان دید. از جمله به نوعی دستاوردهای آقای ترامپ در دوران ریاست جمهورشون که وعده داده بود افزایش بودجه ارتش بود، آیا میشه انتظار داشت که آقای بایدن هم همون مسیر رو ادامه بده؟ البته سان ندید، رژه رو تماشا کرد، درسته تا جایی که من بیدم و فکر میکنم که سان اتفاق نیفتاد در اون لحظه ای که به هر حال انجام شد. میدونیم که مراسم امسال خیلی داره محدودتر برگزار میشه در مقایسه با مراسم سالهای گذشته. در ارتباط با بودجه نظامی، اتفاقا این یکی از نکات خیلی مهمی بودش که دونالد ترامپ بر روش پافشاری میکرد و فکر میکرد که یکی از نقاط قوتش هست، از این جهت که در این سالها همونطور که وعده داده بود بودجه دفاعی ایالات متحده رو افزایش داده. ما میدونیم در زمانی که آقای ترامپ داشت وارد کاخ سفید میشد، بودجه دفاعی ایالات متحده چیزی حدود 500 میلیارد دلار بود، وقتی داشت خارج میشد نزدیک شده بود به 1000 میلیارد دلار و بخش زیادی اتفاقا از بدهی های دولت آمریکا هم که افزایش پیدا کرده تا سطح 37%، بخشیش به دلیل همین افزایش بودجه نظامی بودش که آقای ترامپ انجام داد. اما اتفاقی که افتاد و پیش بینی که وجود داره این هستش که آنچه که به عنوان استراتژی جنرال ماتیس نوشت در دوران خودش در وزارت دفاع، که رویکرد کاملا تازه‌ای رو در ارتباط با مسئله نیروهای نظامی ایالات متحده روی میز گذاشت و برای نخستین بار در این استراتژی جدید تعیین کرد که آمریکا و ارتشش باید نگران کشور چین باشه، تغییری در دوران بایدن هم نخواهد کرد و همون استراتژی که آقای ماتیس نوشته همچنان در دوران آقای بایدن هم ادامه پیدا بکنه. اینکه جو بایدن بتونه افزایش بده بودجه دفاعی رو، فارغ از این که نظرات خودش چی هست و یا حزب دموکرات به طور ایدئولوژیک نسبت به این مسئله چی فکر میکنه، بخشیش هم برمیگرده به مسئله اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و ضرباتی که اقتصاد آمریکا از کرونا دریافت کرده و شبیه به باقی اقتصادها در سراسر دنیا مشکلات جدی داره. به همین دلیل افزایش بودجه به اون شکل چه بسا اتفاق نیفته، حتی میگم فارغ از این که اصولا شاید آقای بایدن
علاقه داشته باشه که در مسائل دیگری بودجه ها رو هزینه بکنه. اما جز این در مسئله استراتژی کلی، در مسئله نقشه کلی که وجود داره، درصدی که از تولید ناخالص داخلی آمریکا خرج ارتش بشه، تفاوت چشمگیری احتمالاً ما بین آقای بایدن و آقای ترامپ نخواهیم دید. هم بکنیم به دستاوردهای سیاست خارجی آقای ترامپ و اینکه آقای بایدن چقدر ممکنه تغییر مسیر بده. از اسرائیل شروع بکنیم که به هر حال بیشک یکی از دستاوردهای بزرگ دونالد ترامپ بود، اینکه بتونه توافق صلحی بین کشورهای عرب، بعضی از کشورهای عرب و اسرائیل به دست بیاره. فکر می‌کنی آقای بایدن بتونه ادامه بده این مسیر رو؟ قطعاً روی همون آجرهایی که آقای ترامپ در واقع بناش رو گذاشته پیش خواهد رفت و هیچ دلیلی نداره که جو بایدن با توجه به اینکه همچنان مسئله امنیت اسرائیل جز اولویت‌های سیاست خارجیش خواهد بود، اون مسیر رو در ارتباط با عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی تغییر بده. و این آجرهایی هم که دارم صحبتش رو می‌کنم هنوز جا داره که بره بالاتر، یعنی امارات اتفاق افتاد، بحرین، سودان، اما مذاکراتی در دوران آقای ترامپ انجام شد برای اینکه کشورهایی مثل عربستان حتی بپیوندند و در جریان اون مذاکرات یه چارچوبی شکل گرفته، یعنی کشوری مثل عربستان یه خواسته هایی رو داره الان و میشه بر اساس اون خواسته ها باهاش مذاکره کرد و اون وضعیت رو برای اسرائیل بهتر و بهتر کرد و به همین دلیل قطعاً آقای بایدن هم اون مسیر رو ادامه خواهد داد. کاملا هم حرف درسته، این دستاورد کوچیکی نبود برای دونالد ترامپ، هرچند که آقای ترامپ در آغاز ریاست جمهوری خودش با هدف خیلی بزرگتر و شعارهای خیلی اساسی تری به اسم معامله قرن کار رو شروع کرد که در چارچوب معامله قرن قرار بود کل مسئله اسرائیل و فلسطین کاملا حل بشه، به اون نرسید، اما به هر حال به دستاوردهای دست یافت که با ارزش بودند، استثنایی بودند و قطعا آقای بایدن هم ادامه خواهد داد. ببینید چقدر این دستاوردها فرد محور بود، چقدر ناشی از نزدیکی آقای ترامپ به بنجامین نتانیاهو و محمد بن سلمان نتیجهش بود. بخشش هم جارد کوشنر دامادش که اتفاقا آدم بدون تجربه در دنیای دیپلماسی بود، اما موفق شد که در ساخت این در واقع ائتلاف نوظهور خاورمیانه نقش محوری و کلیدی بازی بکنه. اینکه تا چه اندازه رابطه شخصیشون اثر داشت، تردید اثر داشت، یعنی آقای نتانیاهو هم آقای ترامپ رو به شکل یک متحد خیلی خاص و استثنایی میدید و از اون طرف هم خاورمیانه توی موقعیت ویژه‌ای قرار گرفت با توجه به مسئله ایران که راه تقویت جبهه ضد ایران، جبهه مقابله و مقاومت در برابر افزایش نفوذ ایران رو آسون می‌کرد. از این امتیاز تیم دیپلماسی آقای کوشنر و وزارت خارجه آمریکا حد اکثر بهره رو برد و موفق شد به این دستاورد دست پیدا بکنه. اما اینکه در نهایت همیشه دستاوردهای اینچنینی نیاز به یک سری ارتباطات شخصی اینچنینی داره، خب این یه حدس و گمان زنی هستش که دلایل زیادی داریم که خب مواردی هم بوده که چه بسا نه تنها روابط شخصی وجود داشته که روابط کینه‌توزانه هم وجود داشته و به نتیجه رسید. تصاویر زنده رو ببینیم. بیننده مراسم آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده هستید. تصاویری که میبینید از گورستان آرلینگتون مخابره میشه، جایی که آقای بایدن و کامالا هریس معاونش اونجا حضور دارند و قراره که حلقه گلی که میبینید بر آرامگاه سرباز گمنام قرار بدند.
بیننده مراسم آغاز به کار ریاست جمهوری جو بایدن هستید. ۲۵ عضو ارتش ملی برای اطمینان از امنیت این مراسم به واشنگتن اعزام شدند. تقریبا 3 برابر مراسم مشابهی که 4 سال پیش برای دونالد ترامپ برگزار شد. به دلیل شیوع ویروس کرونا، این مراسم بسیار کوچک و محدودتر از معمول در حال انجامه. انتظار میره که در ادامه روز جو بایدن مجموعه از فرمانهای اجرایی رو امضا بکنه که بسیاری از اونها بازگرداندن سیاستهای آمریکا به دوران پیش از دونالد ترامپ خواهد بود، از جمله محدودیت سفری که برای بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران لغو کرده بود آقای ترامپ و همچنین فرمان اجرایی خروج آمریکا از توافق پاریس. بیننده یه ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا هستید. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس امور بانکی و مالی از واشنگتن دی سی، در ادامه برنامه با ما خواهد بود. تو این زمانه بحرانی زندگیمون که همه چیز بسیار ناامید کننده است، که هر روز مسئله زنده موندن مطرحه، گمون نمی کنم آدم جز با مشارکت داشتم بتونه کمک کنم. انقلاب زمانی رو که میگه که یه نفر میگه من دیگه بسم. آواز خوندن سپر محافظمون. این موسیقی متن جنبش مقاومت سیاهان آمریکا بود. من بهزاد بلور هستم از تاجیکستان. این هفته آهنگی که افغان ها، تاجیک ها و ایرانی ها رو پیوند میده و نگاهی میکنیم به زندگی ابوالقاسم لاهوتی، شاعر، آهنگساز و مبارز ایرانی. استاد لاهوتی از پایه‌گذاران شعر معاصر تاجیک. کمرباریک لاهوتی این هفته در بلور بنفش. We'll be right back.
خوش آمدید به ادامه ویژه برنامه پوشش خبری تحلیف جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. آقای بایدن ساعتی پیش در سخنرانی تأکید کرد بر اتحاد ملی و کنار گذاشتن اختلاف‌های سیاسی. او از جمله چالش‌های پیش روش رو افراطی‌گری سیاسی عنوان کرد و خواهان پایان اختلاف‌های سیاسی در جامعه دو قطبی شده آمریکا شد. او در حال حاضر در گورستان آرلینگتون حضور داره، جایی که قراره به همراه کامالا هریس معاونش حلقه گلی رو بر آرامگاه سرباز گمنام بذاره. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس امور بانکی و مالی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای علوی، خوش آمدید به برنامه. در ابتدا از بحث تحریم‌ها شروع بکنیم. آیا فکر می‌کنید که آقای بایدن با روی کار آمدن کار رو برای جمهوری اسلامی آسان خواهد کرد؟ صدای منو دارید آقای علوی؟ آقای علوی صدای منو دارید؟ سلام بر شما. آقای علوی، فکر میکنید که آیا کار برای جمهوری اسلامی راحت تر شد؟ به نظر نیمه یک کمی ممکنه شعارها کم بشه، منتها سیاست های دوتا حزب هم یک کمی از لحاظ نمادشون فرق میکنه، ولی در اصل یه هدف دارن، اونم از موضوع جبهه امنیت آمریکا. در نتیجه به نظر من فرق خیلی عمده‌ای شاید ما نبینیم در حداقل چند ماه آینده. و پس از چند ماه آینده؟ بستگی داره. ببینید، نکته اینجاست که دموکرات‌ها مخالفتشون با سیاست دولت ترامپ به خاطر نسبت به ایران به علت تمایل یا علاقه به جمهوری اسلامی نبود، از دیدگاه کم کردن یا هدف دادن به اصطلاح امنیت آمریکا و اون خطر و اعتبار آمریکا با همین بیرون آمدن از برجام بود. ولی هدف یکیه که اونم امنیت آمریکا حفظ بشود و امنیت منطقه. به این ترتیب ممکنه آقای بایدن یک کمی کمتر اون شدت و شتاب تحریم گذاشتن دولت ترامپ رو کمتر خواهد کرد، منتها بعید میدونم که بخواد سیاست واقعا 180 درجه برگرده، حتی کمتر از اون. فعلا در حال حاضر به نظر میاد که ایران جزو اولویت‌های دولت جدید نخواهد بود، ولی من فکر کنم تمایل به مذاکره خب بیشتر میشه. منتها نکته اینجاست که اون مذاکره قطعا ابعادش خیلی وسیع‌تر خواهد بود تا ابعاد مذاکره برجام در سال 2013 تا 2015. آیا آقای بایدن از لحاظ حقوقی امکان این رو داره که همه تحریم‌هایی که دولت ترامپ وضع کرده رو لغو کنه؟ نه، برای اینکه یه سری تحریم‌ها که در دوران ترامپ اعمال شدن از طریق کنگره بودن و به این ترتیب بعد یه به اصطلاح قانونی در کنگره تصویب بشه، ولی که خیلی از اسامی و به اصطلاح فرمان‌های اجرایی اگزیکیتیو اوردرایی که آقای ترامپ گذاشته بودن را و اسامی که رو لیست سیاه اوفک گذاشتن میتونن بردارن، ولی سوال اینجاست که آیا اینا برخواهند داشت، یعنی در واقع به اصطلاح یه امتیازی برای ایشون میشه که همچین کاری بکنن؟ یعنی ممکنه، من فکر میکنم شاید یه سری نسامی مثلا شرکت‌ها یا مثلا اشخاصی که روی لیست رفتن در این 4 سال اخیر ممکنه آقای بایدن بخوان بردارن واسه اینکه یه حسن نیتی نشون بدن که بخواد مذاکره دوباره شروع بشه، ولی اینکه کاملا اثرات این 4 سال رو ما بخوایم به اصطلاح محو کنیم و از بین ببریم به نظر نمیاد که همچین چیزی احتمال داشته باشه. آقای علوی، فرمودید که بعضی از تحریم‌ها در کنگره تصویب شده، کدوم یکی در نظرتونه برای اینکه عمده تحریم‌ها با فرمان اجرایی تصویب شد؟ بله، قانون به اصطلاح کاتسا که در 2018 بود که نه هم تحریم‌های روی ایران گذاشت هم تحریم‌های روی روسیه و غیره، اینا یه سری تحریم‌های محدودی بود، ولی کن بخش بزرگی تحریم‌هایی که گذاشته شده بود در دوران آقای ترامپ در اصل تحریم به اصطلاح بعد از اومدن بیرون از برجام بود که در واقع ما یه بازگشتی داشتیم به چارچوب تحریم که در دوران آقای اوباما اجرا شده بود.
اونام خب طبعا تا این که ما وارد یه مذاکره و یه توافق جدیدی آمریکا با ایران نشه، اونم باز با این که رئیس جمهور شاید اختیار داشته باشه که اون تحریم ها رو لغو کنه، ولی این اتفاق نخواهد افتاد تا این که به یه نتیجه برسن. شکایتی که ایران حتی در دوران برجام داشت این بود که بسیاری از بانک‌ها اساساً دیگه تمایلی ندارن که با ایران کار بکنن و در اون مقطع و حتی دولت باراک اوباما هم امکان اینو نداشت که بانک‌ها رو مجبور بکنه که با ایران کار بکنن. اصلا بر فرض این که جو بایدن فردا به برجام برگرده، ایران هم تن به مذاکره بده و برگردیم به روزگار برجام، آیا میشه گفتش که وضعیت ایران بهتر میشه؟ شما نکته خیلی مهمی اشاره دارین. ببینید الان اون روال به اصطلاح مدیریت بانک‌ها در طی این 15 سال حتی در دوران آقای ترامپ به سمت به اصطلاح رعایت کردن مقررات آمریکا بوده، حتی برای نهادهایی که آمریکایی نیستن و کاملا قانون آمریکا هم بهشون تعلق نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی که مثلا دارم میگم اگه یه محدودیتی باشه روی یه بانک آمریکایی نسبت به ایران، حتی بانک‌های مثلا اروپایی هم ممکنه اونو اجرا بکنه، در واقع طبق اون مقررات را عمل کنن. در نتیجه خب این یه چالشی واسه ایران ایجاد کرده دوران برجام، حتی بدتر هم که شد. و به نظر من این روال هم نه تنها با ایران بلکه با کشورهای دیگر هم ادامه داده در بانک‌های مختلف. همین که اگر هم فرض کنیم برگردیم، من فکر کنم دو تا چالش اساسی هستش. یکیش اینه که این نگرانی به اصطلاح بخش خصوصی نسبت به اعتبار این توافق جدید که آیا این به اصطلاح باقی میماند اگر رئیس جمهور بعدی جمهوری خواه باشه، آیا اون همون کار آقای ترامپ رو خواهد کرد که از اون توافق بیاد بیرون؟ یک، یعنی در واقع نهادینه میشه این توافق. دو، اینکه موضوع بانکی ایران چی میشه، که به نظر من این دو تا چیز کاملا مجزاست، گرچه به هم دیگه رفت دارن، ولی مجزا به طور اینکه کاملا به اصطلاح برداشتن تحریم هم حتی اگه آقای بایدن هم فرض بگیم تمام تحریم های ایران میتونست برداره، این موضوع حل نمیشه به دو دلیل. یکیش موضوع قوانین ضد پولشویی و پیوست ایران، عدم پیوست ایران به اصطلاح منشورهای ضد پولشویی بین المللی که تمام کشورهای دنیا الا فکر کنم کره شمالی و جمهوری اسلامی پیوند کردن پیوستن. یکی اون، یکی هم این که اون استاندارد بین‌الملل که هنوز ایران بهش پیوست نکرده. بعد میشه گفت شاید سالسن این که حتی در دوران برجام بانک‌های آمریکایی باز اجازه نداشتن که پرداخت‌های دلاری ایران رو پروسس بکنن. در نتیجه خب این خودش یه مشکل اساسی بود واسه بانک‌های ایرانی که فکر کنم ادامه خواهد داشت با توجه به وضعیت فعلی. متشکرم فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس امور بانکی و مالی. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای مراسم تحلیف جو بایدن، 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هستید. آقای بایدن آمریکایی رو تحویل میگیره از دونالد ترامپ که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آمریکایی به شدت دو قطبی شده است. بسیاری از طرفداران دونالد ترامپ کماکان ادعای او مبنی بر تقلب در انتخابات رو باور دارند و یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی آقای بایدن ایجاد آشتی ملی و نزدیک کردن این دو قطب در جامعه امروز آمریکا خواهد بود. خبرنگار ما بهمن کلباسی هم از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، ابتدا از کابینه آقای بایدن شروع بکنیم و انتخاب‌هایی که تا اینجای کار از او دیدیم. این چند روز آینده شاهد این باشیم که یکی یکی این اعضای کابینه در کمیته‌های مربوطه در مجلس سنا بررسی بشه کاندیداتوریشون و بر رأی اعتماد. آقای بایدن از در مقایسه با دو رئیس جمهور قبلی عقب هست نسبت به تعداد کسانی که رأی اعتماد گرفتن. آقای اوباما وقتی که روز اول سوگن یاد کرد 6 عضو اصلی کابینش رأی اعتمادشون رو داده بودند بهشون مجلس سنا در روزهای قبل از ادای سوگن. در روزی که وارد کاخ سفید شد بخش بزرگی از تیمش در سطح وزرا مستقر بودند. آقای ترامپ 2 از اون وزرا مستقر بودند، ولی الان آقای بایدن هیچ کدوم هنوز رأی اعتماد نگرفتن. بخشش محصول این است که جمهوری خواهان در مجلس سنا
اکثریت رو داشتن تا ساعت 4 بعد از ظهر امروز، حدود یک ساعت دیگه که اکثریت جابجا میشه و یه مقداری با تأخیر بررسی کردن این وزرا رو. اون چیزی که قطعی است وقتی که مستقر بشن اون وقت یه تصویر دقیق تری از این که چه اولویت هایی وجود داره، چه در سیاست خارجی در سیاست داخلی خواهیم داشت. ولی از حرفایی که تو جلسات بررسی دیدیم، همین دیروز وزیر دفاع، وزیر دارایی، وزیر خارجه، همه اینا نشون میداد که اونها هر کدوم در حوزه خودشون کجا متمرکز هستن و چه تغییراتی رو باید انتظار داشت در کوتاه مدت یا بلند مدت. در کوتاه مدت مثلا وزیر خارجه جالب بود که تاکید بدون هیچ گونه اغمازی کرد که ما بلافاصله حمایتمون از جنگ عربستان در یمن رو متوقف میکنیم، اما اگر نذاشت به آینده موکول نکرد، گفت این فوری است. در مقابل در مورد برجام دیدیم که گفتن که کار میبره، باید منتظر بشیم که هر دو طرف برگردن، ایران برگرده به مفاد برجام، بعد ما برمیگردیم. البته خیلی هم دقیق نبودن که کی اول دوم، ولی به هر حال این نبود که روز اول اتفاق بیفته. به همین جهت یه مقداری تصویر دقیق‌تری از اینکه اولویت‌ها چیست در این جلسات بررسی به دست میاد. یه سری چیزا هم هست که سریع اتفاق میفته. همین چند ساعت گذشته مثلا رئیس نهاد رسانه‌ای که صدای آمریکا بخشیش هست و آقای ترامپ و دولتش با فشار او رو در همین ماه‌های اخیر علی‌رغم اعتراضات بهش رأی اعتماد ازش گرفته بودن، براش در مجلس سنا و به این ریاست این نهاد رسانه‌ای منصوبش کرده بودن، همین یک ساعت پیش یه نامه نوشت که دولت آقای ترامپ، تیم آقای ترامپ از او خواستن که استعفا کنه و استعفا داده و خیلی هم راضی نبود از این وضع. در متن نامه که نوشته بود از اینکه مجبور شده بعد از چند ماه رسیدن به قدرت استعفا بده از این سمت. یه سری تغییرات نمادین رخ داده، مثلا در هم حساب‌های توییتر رسمی ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری رو آقای بایدن و خانم کامالا هریس به کنترلش به دست گرفتن و همین چند دقیقه پیش دیدم که حساب سفیر آمریکا در اسرائیل شرحش رو عوض کرده، نوشته صف به جای سفیر آمریکا در اسرائیل شده سفیر آمریکا در اسرائیل غزه و کرانه باختری. این است که به نظر میاد یه سری از این چیزها رو ما بلافاصله خواهیم دید که نشانگر اون اختلافاتی است که در بین آقای بایدن و تیم آقای ترامپ مخصوصا در مورد سیاست خارجی ممکنه وجود داشته باشه. در خود وبسایت کاخ سفید یادم 4 سال پیش وقتی که آقای ترامپ اومدن تیمشون و به عهده گرفتن، کلمه تغییرات اقلیمی رو به کل پاک کردن. دیدیم در سخنرانی آقای بایدن یکی از اولویت‌های اصلیش هست. به همین جهت ما شاهد این حرکت موازی خواهیم بود که یه سری تغییرات فوری و نمادین اتفاق میفته و یه سری این که تا زمانی که این مقام‌ها، وزرا، معاونت وزرا مستقر بشن هم باید صبر کرد که شاهد تغییرات عمیق‌تری باشیم. حرف و بحث این است که چه کسی ممکنه جایگزین برایان هوک بشه که نماینده ویژه آمریکا بود در سازمان ملل. اسمهای مطرح شده که باید ببینیم کدومشون انتخاب بشن. اون هم به تبع در حوزه ایران تبعات خواهد داشت. اجازه بده ببینیم تصاویر زنده رو از واشنگتن. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کامالا هریس معاون او بر سر آرامگاه سرباز گمنام در قبرستان آرلینگتون. Thank you.
برخلاف معمول در مراسم تحلیف جو بایدن تعداد حضار بسیار کمتره به دلیل شیوع بیماری کرونا که بیش از 400 هزار نفر قربانی گرفته در آمریکا. Order! ریچارد گولدبرگ، دستیار پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا و همچنین مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی FDD از واشنگتن با ماست. آقای گولدبرگ در کنار دیگر مشاوران سازمان FDD از طراحان سیاست فشار حداکثری بر ایران بوده. خوش آمدید به برنامه آقای گولدبرگ. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که سیاست فشار حداکثری به نظر شما دستاوردش چه بود؟ Well, from a U.S. national security از نقطه نظر امنیت ملی آمریکا باعث شد که حکومت ایران ضعیف‌تر بشه، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سیاسی در داخل. این امکان رو به ما داد که بتونیم برخورد بکنیم با طیف وسیع اقدامات مغرضانه حکومت ایران. ما به دنیا یادآوری کردیم فقط برنامه هسته‌ای ایران نیست که ما باش مشکل داریم، ما از حمایت این رژیم از تروریسم در خاورمیانه و دنیا مشکل داریم. ما مشکل داریم با سلاح‌ها و موشک‌هایی که اینا دارن توسعه میدن، جنگ هایی که برای مرزهاشون انجام میدن و برخوردی که با مردم خودشون دارن. بنابراین کارزار فشار حداکثری شاید از طرف خیلی ها با مخالفت روبرو شد، اما اساساً بر این ایده بنا شده بود که ما دوست داریم رابطه معمولی با ایران داشته باشیم. ما مردم ایران رو دوست داریم، خیلی احترام میذاریم به مردم ایران، اما حکومت ایران باید مثل حکومت معمولی و نرمال با دنیا رفتار کنه. نرمال شد؟ جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه نرمال نیست. یک حکومت نرمال از تروریسم حمایت نمی‌کنه، سلاح‌های درست نمی‌کنه که بتونه به مناطق دیگه یا به قاره‌های دیگه برسه و کلاهک‌های هسته‌ای رو هم بکنه. در آینده برنامه‌های مخفی تولید سلاح‌های هسته‌ای نداره. به عنوان یک کشور تولید کننده نفت نیازی نداره به برنامه هسته‌ای. نرمال نیست که کشتیگران خودشو اعدام کنه و مخالفان خودشو اعدام بکنه. شاید ما در آمریکا و اروپا اختلاف نظر داشته باشیم درباره راه‌های برخورد با این کارهای غیر نرمال حکومت ایران، اما هم نظر هستیم درباره تهدیدهایی که ایران متوجه دنیا کرده. نظر هستیم که ما ارزش‌های مشترکی با این حکومت نداریم، هرچند ارزش‌های مشترکی با مردم ایران داشته باشیم. فکر می‌کنید که جو بایدن چرخش 180 درجه‌ای خواهد داشت نسبت به آقای ترامپ در قبال ایران، یا اینکه بخشی از تحریم ها رو نگه خواهد داشت؟ من فکر میکنم ما باید ببینیم که رهبری جو بایدن چگونه پیش بره، بعد ببینیم چه بیانیه های منتشر میکنه. دیروز کسی رو که انتخاب کرد به عنوان وزیر خارجه، از این آدم پرسیدن که آیا آمریکا باید تحریم های علیه بانک مرکزی و بخش نفتیش رو لغو بکنه یا نه. تمام این نهادهایی که مرتبط هستن با بحث تحریم در ارتباط مسائل تروریستی، او خیلی روشن پاسخ داد که خیر، این به نفع منافع ملی آمریکا نیست. او همچنین گفت که نگه داشتن تحریم های مربوط به تروریسم منافاتی نداره با برنامه هسته‌ای ایران. من فکر نمی‌کنم که رژیم ایران با این قضیه موافقت بکنه، اما این حرفی که او زد از حمایت هر دو حزب با آمریکا برخوردار خواهد بود، چرا که تمام لغو تحریم‌هایی که وعده داده شد در برنامه هستی به معنی دادن چک سفید امضا به حکومت ایران نبود که دست به اتهامات تروریستی بزنه. برای همین من فکر نمی‌کنم که بانک مرکزی ایران، بخش‌های صنعت نفت ایران شاهد لغو تحریم‌ها باشن، چون همه این نهادها مرتبط با بحث تروریسم هستند نه برنامه هستیش. با این اوصاف چشم انداز بازگشت آمریکا به برجام رو چطور می‌بینید؟ ایران به کرات گفته که آمریکا تنها زمانی می‌تونه به برجام برگرده که تحریم‌ها رو لغو کنه. Well, I think there's a path forward. من فکر می‌کنم یک مسیری پیش رو هست.
برای اینکه هیچ جا در توافق هسته‌ای نگفت که آمریکا نمیتونه تحریم‌های مربوط به تروریسم، تحریم‌های مربوط به حقوق بشر، تحریم‌های مربوط به برنامه‌های موشکی رو علیه ایران اعمال بکنه. برای همین دولت بایدن باید سیاست داشته باشه که حاضر برگرده به توافق هسته‌ای تا وقتی که اون تحریم‌های مربوط به موشکی و حقوق بشر سر جاش بمونه. اگه حکومت با این قضیه مشکلی داره، پس باید تحمل بکنه عواقب حکومتی رو که دیگه پول دیگه نداره و اگر سیاست فشار حداکثر ادامه پیدا بکنه شاید با سقوط مواجه بشه. من فکر بکنم در اروپا کسانی هستن که حاضر باشن، آماده باشن در کنار آمریکا حاضر باشن موضع مشترک بگیرن در قبال تهدیدهایی که از طرف ایران میبینیم. بعد ببینیم که حکومت ایران چی توی ذهنش میگذره. من فکر کنم بیشتر از اون چه که به نظر میاد عملگرا هستند، بیشتر از اون چه که به نظر میاد دوچار استیصال هستن. ببینیم که چیکار میکنن. متشکرم. ریچارد گولدبرگ، دستیار پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا. جلال جلالی زاده، نماینده پیشین مجلس ایران از تهران با ماست. آقای جلالی زاده، با توجه به صف‌کشی‌های سیاسی در ایران، فکر می‌کنید که در ماه‌های پیش رو و پیش از پایان ریاست جمهوری حسن روحانی شاهد شروع گفتگوها با آمریکا باشیم؟ زن عرض سلام خدمت جناب عالی و همه بینندگان گرامی. من فکر کنم که شاید در روزهای آخر حکومت آقای روحانی مهمترین مسئله در بین جناح‌های مختلف کشور مسئله برقراری ارتباط با آمریکا و مذاکره و گفتگو با آمریکا باشه که جناح‌های مختلف تلاش بکنند این مسئله را به نفع خودشون تمام بکنند. من معتقدم که اصولگرایان از انتخاب آقای بایدن ناراحت هستند و میخوان که وضع موجود به گونه ای ادامه پیدا بکند و کسی در ایران امیدی به تغییر وضع موجود نداشته باشد. از طرف دیگر اینا میخوان با دو موضوع قدرتمند سیاسی و رسانه‌ای به اسم موجی رو که در کشور مثلا یک موج ناامیدی رو در کشور حاکم بکنن و مخصوصا افراد تندرو و افراطی و یک نوع ناامیدی و وضعیت موجود رو به عنوان یک وضعیت مطلوب در کشور حاکم بکنن. اصلاح طلبانم از پیروزی آقای بایدن خوشحال هستن و پیروزی بایدن رو به عنوان یک نقطه امیدی برای شرکت مردم در انتخابات و پیروزی در سال 1400 می‌دانم. من معتقدم که پیروزی بایدن موجب آشکار شدن تناقض سیاست‌های اصولگرایان و راست‌های افراطی در مواجهه با آمریکا شده، چون اینها به هر صورت از پیروزی بایدن ناراحت هستند و تلاش می‌کنند که همیشه این سیاست دشمنی با آمریکا ادامه پیدا بکند. اما شکست ترامپ موجب شد که یک به اصطلاح وضعیت دیگری در کشور ما فراهم بشه و قدرت طلبان بیشتر نگران بشن که اگر این فضای گفتگو و مذاکره و فضای حقوق بشری و تاکید بر گفتگو در بین آمریکا و ایران ادامه پیدا بکند، قطعاً پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آینده بیشتر خواهد شد. باز هم نکته دیگری که لازم به یادآوری است، بیشتر مردم ایران از پیروزی بایدن خوشحال هستند و اینو تقریبا یک زمینه برای رفع تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی میدانند و امکان میدن که این دوران سیاست نه جنگ و نه صلح در ایران واقعا تمام بشه. یعنی مردم ایران دیگر از این وضعیت نسخ نجنگ خسته شدن و به هر صورت در چنین موقعیتی به نظر من لازم است که ما در سیاست های خودمون و در اهداف
متاسفانه ارتباطمون با جلال جلالی زاده نماینده پیشین مجلس ایران قطع شد. اجازه بدید که سری بزنیم به واشنگتن، جایی که مراسم آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا شروع شده. در حال حاضر آقای بایدن و خانم هریس معاون او در گورستان آرلینگتون حضور دارند، جایی که بر آرامگاه سرباز گمنام گل گذاشتند. انتظار میره که بعد از این مراسم جو بایدن و همسر او اسکورت بشند به سمت کاخ سفید، مقر جدید جو بایدن و محل سکونت او برای 4 سال پیش رو. مراسم بسیار کوچکتر از معمول برگزار میشه به دلیل بحران کرونا و همچنین نگرانی های امنیتی. تنها 2 هفته پس از یورش طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا، یورشی که منجر به کشته شدن 5 نفر شد. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی هستید. آغاز به کار ریاست جمهوری جو بایدن. تا دقایق دیگر با ادامه پوشش زنده آغاز ریاست جمهوری بایدن با شما خواهیم.